همراهشیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. وقت شما بخیر. شرایط عمومی جامعه توی اسرائیل در پی این تهدیدهای جمهوری اسلامی چطوره؟ سلام به شما و بینندگان. ببینید، در روزهای قبل وقتی که این کشتن هانیه انجام شد و در اون روزهای اول مردم اسرائیل بیشتر در اضطراب بودند. خب میدونستن یک عکس‌العملی انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی فوراً شروع کرد به اظهارات تند و مردم مثلا برای ذخیره آذوقه بیشتر به سوپرمارکت ها میرفتن. ولی الان با گذشت وقت و اطلاعیه‌های هم ارتش، بیشتر ارتش، چون ارتش اسرائیل واقعاً برای مردم مورد اعتماد هست، و همینطور دولت، هر چقدر وقت بیشتر میگذره مردم منطقی تر شدن، مردم آروم تر شدن. و مثلا دیشب یک جلسه در تلویزیون برگزار کردن که بهشون توضیح میدن که وقتی که آژیر میزنن مثلا چطور رفتار کنید و تا چه وقتی مثلا برق خواهد بود، سیستم تلفن ادامه خواهد داشت و غیره و غیره. به خاطر همین اون اضطرابی که اول وجود داشت الان به یک نوع آمادگی و به یک نوع فهم این موضوع بیشتر معطوف شده. و در مورد حوثی‌ها کمتر مردم اضطراب دارن، مسئله بیشتر در شمال هست، در حزب‌الله و همینطور ایران. ولی خب این ائتلاف رو هم که می‌بینیم که داره به وجود میاد، پس باز این اضطراب کمتر میشه. دولت اسرائیل برای اینکه در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی ایستادگی کنه چه ابزارهایی داره؟ ببینید، اولا در این جنگ از این 10 ماهی که گذشته اسرائیل هنوز اون استراتژی دفاعی رو یا حمله توأم با دفاع رو انجام میده و نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار و کامل بشه. اما در 2 روز آخر صحبت‌هایی خیلی بیشتر از اینکه یک عملیات پیشدستانه ضد حزب‌الله، ضد جمهوری اسلامی، خیلی این حرف‌ها بیشتر شده. مردم خیلی بیشتر مثلا در تلویزیون‌ها، در اظهارات هم دولتی‌ها هم مقامات ارتش می‌بینن که مثلا صحبت از نقاط به خصوصی در لبنان یا در خاک ایران میشه برای هدف گرفتن. و به خاطر همین انگار که استراتژی اسرائیل میتونه تغییر کنه، همش هم نسبت داره باز به اون قدرت و به اون ضربه‌ای که از جمهوری اسلامی یا از حزب‌الله زده بشه. اگر واقعا همه چی خونسا بشه، خب میشه کنار گذاشت. اما اگر یک چیزی باشه که ببینن واقعا میتونه ضرر زیادی در خودش داشته باشه، ممکنه به یک ابتکاراتی مثل حملات پیشدستانه هم حتی در دوردست دست بزنن. سپاسگزارم از شما. مهمان ما بودید بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو.